نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران و به نام مردم غیور آذربایجان، خلق آزادی ستان و مجاهد سرور تبریز و به یاد سرداران و سالاران گرانقدر آزادی، مجاهدان اعظم، مجاهدان شرف و حریت بشری، ستارخان، باقرخان، ثقت الاسلام، خیابانی و حنیف نژاد، مادرها، پدرها، برادرها و خواهرها، برای هر انقلابی ارض تبریز همونطور که گفتم یک زیارتگاهه، یعنی هیچ انقلابی راستینی پیدا نخواهد شد که مشتاق دیدارش نباشه و نخواد به زیارت این حرم آزادی بشتابه. ولی برای یک مجاهد خلق این آرزو و اشتیاق اوج دیگری به خودش میگیره، چرا که یک مجاهد خلق در تبریز همزادگاه تاریخیش رو پیدا میکنه و همزادگاه سیاسی و عقیدتیش و همزادگاه تشکیلاتیش رو. زادگاه تاریخیش از این هست که در تاریخ جدید ایران اصل و نسب تاریخی ما به مجاهدین صدر مشروطه میرسه، به ستار و باقر. تفنگ سردار رو بوسیدیم و به دوش انداختیم. از حیث عقیده و مرام هم ما ادامه کمال یافته همون اسلامی هستیم که در قریب گلوله های سردار نطفه بست. وقتی که پرچم‌های سفید ننگ و تسلیم رو از هم می‌درید و پرچم سرخ حسینی رو بر در خونه‌های تبریز به اهتزاز در می‌آورد، اسلامی که در قریب تفنگ‌های مجاهدین همه محلات تبریز رو از ارتجاع و استبداد تهی کرد، هزاران هزار بار از میان آتش و خون گذشت، بر علیه استعمار شورید، روی اسب سردار کوه و دشت رو نوردید، در مروت و مردم دوستی علی گونه در سردار تجلی کرد، با نامردمان هرگز سازش نکرد، جانب محرومان رو هیچ وقت راه نکرد و امروز ما نواده های اونها هستیم. بله، همین اسلام حنیف نه تنها ضد استبداد و ضد استعمار، بلکه به قول پدر طالقانی ضد استثمار هم هست. حالا فهمیده بودیم ضد بهره کشی هم هست. کارگر و دهقان رو میخواد، جامعه بی طبقه توحیدی رو میخواد. اینجا بود که معطل نشدیم، مرکب عشق و امید سردار رو سوار شدیم، تفنگش رو بوسیدیم و برداشتیم. مثل علی موسیو و حاجلی دوافروش که شماها باید خوب بشناسیدشون، مرکز غیبی درست کردیم، رفتیم و رفتیم. هر وقت که راه پر فراز و پر سنگلاق بود، پر فراز و نشیب بود، هر وقت که فشارها زیاد بود، درست مثل سربازهای سردار در بحبوحه جنگهای تبریز صدای صمیمی سردار رو شنیدیم که با عتاب میگفت آهای آهای آنام قربان، و بلند شدیم.
چنین بود که از خون سرداران و سالاران آزادی نسل جدیدی خوشه کرد. در گذرگاه شب تار، همون جایی که ستارخان رو به دروازه نور پیکار می کرد، احجران سر خوشه زدند. ثقت الاسلام ها، شیخ سلیم ها، خیابونی ها، فرزندان علی مستیو و حاج علی دوافروش، حنیف نجات ها، محسن ها، بدیزادگان ها، صمد ها، گل سرخی ها و هزاران گل سرخ دیگر. خوشه ها بست ستاره پرگل، خوشه اخگر سرخ با تنین های سترگ، کاقبت کوره خورشید گدازان خواهد شد و تومار هر گونه ستم و استثمار رو در هم خواهد پیچید.